The LG G5 with modular design. The first phone built for fun. تصویری که شما دارین تو قاب دوربین تی وی پلاس می‌بینید قطعاً شاید به جا نرید. ایشون خانم پانتا بهرام بازیگر سرشناس و کاردرست سینما ایرانن. روی صورتشون نقاشی شده توی یک گالری و نمایشگاه خیلی خیلی متفاوت به اسم زن زمین توی خیابون فرشته تهران که توی هفته دوم خرداد ماه داره برگزار میشه. پیام ایرایی و پانتا بهرام مشترکه نمایشگاهی رو برگزار کردن که پر از رنگ و خوشگلی و زیباییه و برای اولین باره که یک بازیگر زن روی صورتش نقاشی میشه. خیلی از بازیگرها و آدمهایی که سرشناسن توی عالم فرهنگ و هنرم قراره که اینجا بیان تا از این نمایشگاه دیدن بکنن. البته که تو 20 دقیقه اول همه تابلوها فروش رن. اصلی کار در حقیقت مال پیام ایراییه که گفت بیا من یه نقاشی روی صورت تو بکشم و عکاسی بکنیم. من گفتم که پیام اگر بخوایم وارد این ماجرا بشیم من ترجیح میدم که حضور من یک کانسپتی رو با خودش به همراه بیاره، یه ایده‌ای. چرا میشه یک مدل آورد و باهاش این کارو کرد؟ اگر سراغ یه بازیگر اومدی، خصوصا بازیگر سختگیری مثل من، قطعا باید یک ایده خاصی به این ماجرا اضافه کنیم تا بشه اون چیزی که من دوست می‌دارم. این شد که دیگه رفتیم سراغ رنگ‌های آبی و رفتیم سراغ این ایده که من گفتم زنانگی خیلی عنصر پرتحرک و پررنگیه، همچنان که زمین هست و انقدر این روزا دغدغه زمین، دغدغه محیط زیست، احترام به طبیعت، احترام به زمین مادر یا به قول خارجی یا مادر ارث انقدر همواره مطرحه که بیا بریم به سمت این ماجرا. تصمیم گرفتم که توی هر یک از فریمایی که پیام ثبت میکنه به یک موضوعی فکر بکنم، بر اساس اون موضوع هم شعر گفتم که شعر حالا توی سالن پخش میشه. گیریم که نیست، صورت من کاملا رنگ شده، اونم با رنگی که روی بوم کار میکنن، یعنی رنگ گریم نیست، رنگ آکریلیکه. یعنی من کاملا در نقش بوم نشستم و پیام این کار رو انجام داد و پاک کردنش هم برخلاف چیزی که فکر میکردم بسیار کار سختی بود. من ابروهامو از دست دادم و با پاک کردن یه بخشی از موامو از دست دادم تا این اتفاق افتاد، چون گفتین ریسکش مال این قسمت بود. تا 10 روز من از سر و صورتم رنگ میشستم. بهم گفت راحته، با آب پاک میشه. اما با آب پاک نمیشه، این کار رو صورتتون نکنید. معمولا کسایی که سراغ هنر میرن تو هر شاخه ای از همون ابتدا معلومه که میگن این بچه هنرمند خواهد شد. مثلا وقتی تو 13 سالته هم نقاشی میکشی، هم شعر میگی، هم دستی به موسیقی داری، هم احیانا زیبا میرقصی، هم خیلی چیزای دیگه، خوب گلدوزی میکنی، خوب خیاطی میکنی. منم دقیقا با همین ویژگی اصلا به دنیا اومدم، یعنی جزو آدمایی بودم که از بچگی گفتن تو حتما یکی از این شاخه ها رو دنبال خواهی کرد و اتفاقا بازیگر جزو انتخابای اولم نبود. من بیشتر دلم میخواست که نوازنده یا رقصنده یا
نقاش بشم، یعنی اینا برای من در اولویت بودن. منتها خب تئاترای مدرسه و ماجراهای دهه فجر که فکر میکنم هنوزم هست، یهو بازیگری رو برام ماجرای جذاب تری کرد. منظورم اینه که این اتفاق همواره در من بوده، من فقط مثل چراغهای رنگی بوده که من یکیشو بیشتر از بقیه روشن کردم، اونا همچنان در من هست. توی خونه من هنوز نقاشی های نیمه کاره وجود داره، شاید یه روز کاملشون کنم و استفاده کنم. خب ایشون پیام ایرایی هستن، یکی از بهترین و برجسته ترین عکاس های هنری کشورمون که این بار البته توی قالب جدید و توی نمایشگاهی با نام و عنوان زن زمین. پیام جون تبریک بهت میگم، مبارک باشه، راجب نمایشگاه با شما تعریف کن. این فقط یه کار تجربی بودش بین من و خانم بهرام که تقریبا مثلا بکنم 6-7 ماه پیش شروع کردیم با هم نقاشی کردن و کار کردن، که بعد دیدیم که خب یه اتفاق خیلی خوبیه، واقعا اتفاق بودش. بعد یه فکر می‌کنم تقریبا 6-7 ماه طول کشید تا بتونیم نمایش کار رو بذاریم، ولی خب همه چیتون به زمان و موقعش بود. اسمش رو گذاشتیم زمین، زن زمین، به خاطر اینکه شرایط‌های مختلف زن‌ها رو عکاسی کردیم، چهره‌هاشون، حالا مادر بودن، غم، خوشحالی، همه چی توش هستش، اون آرامشه. ببین خیلی پا به پای هم بودیم، یعنی اصلا نمیتونم تفکیکش کنم، یعنی همه کارا رو همزمان با هم انجام دادیم. هر دو بازی و حساب بازی ها با خانم بهرام. بهترین خصلت پانتا بهرام تو کار چیه؟ صبوری و آرامش، که واقعا بازیگره. پیام جون این علامتی که میزنن اینجا یعنی که فروخته شد؟ همه فروخته شد، خدا رو شد. آقا یه چیزی من بگم، الان افتتاح این نمایشگاهه، کلن نیم ساعت هم نشده افتتاح شده، واقعا چیز شد، تموم شد؟ بله، کل کارا فروخته شد. میتونه ادیشن دوم، ولی ما یه کارمون تک ادیشنه، ولی خب بقیه کارا همه فروخته شد. قیمتش میتونم بپرسم این چنده این اثر؟ واقعا نمیدونم لیست قیمت هست، خودم واقعا نمیدونم. خیلی معقوله، واقعا معقوله، و اینکه حتی شاید از خود کار ارزون تر بود یا همسط کار بود قیمت ها، چون ما امضاهامون با طلا و نقره است که کار خانم خندان خدایاره، مثلا واقعا هنرمنده، خیلی هنرمنده. بعد خیلی گرون، ما کارمون گرونتر از قیمت کارمون بودش. خیلی عالی. همه میدونن که بازیگرا بالاخره هر کدوم خصوصیت اخلاقی خاص خودشون رو دارن، هر کی قلق خاص خودشو داره دیگه. خیلی اذیتم کرد. آره خیلی از خیلی وسواس داره پانتا، واقعا خیلی کم کاره ولی درست کار میکنه، میدونی انتخابش همیشه درسته، ولی واقعا اذیتم کرد. یه چیز بهش بگم الان اینجا نیست بهش بر بخوره، من بچه بودم کارهای خانم بهرام رو میدیدم. ولی نه واقعا، خب خانم بهرام یه رفاقت تقریبا 23-24 ساله داریم ما، و تمام تئاترایی که من حداقل شروع کردم توی زیرزمین خونه ایشون بوده و گروهی که داشتیم، به خاطر همین من همیشه هم ارادت خیلی صمیمانه نسبت به خودش، مادرش، پدرش دارم همیشه. چه ویژگی دارن که شما هم همیشه راغب بودین که پارتنرتون باشه؟ من در مورد ایشون فقط یه چیز همیشه میگم که اکثرا من میدونم، میگم سلطان بیچون و چرای بازیگریه. یعنی توی بازیگر شما میگی نامبر وان هم اصلا نداریم مثل خانم بهرام. چرا قربان؟ شما اگر تئاتر ایشونو ببینید متوجه میشین دیگه، یعنی واقعا کارهایی که ایشون کردن رو صحنه، حالا رو سینما، رو سینما که نه تو سینما کردن، واقعا درجه یکه، یعنی به نظر من نیاز به تحلیل داره باید تو دانشگاه تدریس کنم. چه تعریف خوبی. تعریف نیست، واقعیت دارم میگم، چون از اون دسته بازیگرایی هستن که واقعا
به معنای واقعی میگن زحمت کشیده. خانم بهرام اوناست که زحمت کشیده و از پا هم نمیشینه. یعنی من مطمئنم همینجوری کارهای درخشانتری روز به روز خواهیم دید. پس آقا چرا ترغیبشون نمیکنیم بیشتر کار کنن؟ خواهی بیشتر کار کنن که دیگه پانتا بهرام نمیشد که. یعنی که این خاص بودن رو همیشه باید باشه دیگه. درسته. کی میخواین مردم شما دوباره خوشحال بکنید با حضورتون؟ یعنی این زوج دوباره مثل سریال زیر هشت و خیلی کارهای دیگه. والا یک دو سالی هست که دنبال اینیم که یک تئاتری رو مجدداً بعد از شکلک با هم دیگه کار کنیم. حالا شاید هم همون شکلک باشه، نمیدونم واقعا. منتظریم که آقای کیومرث مرادی از امریکا بیان، ولی قطعا امسال کار خواهیم کرد. من ان شاء الله سینما چون نمیدونیم که چه اتفاقی میفته و الان کیا پروانه ساخت دارن که من که سر در نمیارم، حالا اونایی که سر در میارم بهتر میدونم، ولی تئاتر که حتما خواهیم داشت. آقا شما جزء آدمایی هستین که همواره تو اتفاقای بزرگ ملی بدون هیچ قلقشی، بدون که بخواید خودتون رو سانسور بکنید، مثلا میان تبریک میگین یا یه چیزی رو روایت میکنین. اخیرا هم که واسه اصغر فرادی و شهاب حسینی ترکوندین. من که خیلی جزء کوچیکی از این خانواده هستم، ولی جدی دارم میگم، ولی واقعا از ته دل خوشحال شدم که این اتفاق افتاد و امیدوارم که همینجوری پلا همینجوری بره بالاتر. من یه تبلیغ کوچیکم بکنم. حتما. ما یه تئاتر داریم، اینو چند بار هی تیزر برو، چون جایی که ما نداریم تبلیغ کنیم که، حداقل از طریق شما بتونیم. مجلس ضربت زدن آقای بهرام بیضایی که مدت هاست که از قلم ایشون چیزی رو صحنه نرفته، سالن اصلی تئاتر شهر به کارگردانی آقای محمد رحمانیان، از 20 خرداد یعنی روز دوم ماه رمضان یا سوم ماه رمضان اجرا میریم ساعت 9 شب توی سایت ایران کنسرت. درست دارم میگم؟ ایران کنسرت ما، ایران کنسرت اگر اشتباه نکنم، که پیش فروشش فکر کنم دیگه شروع بشه یواش یواش. حیرت انگیز افتاد، یعنی وقتی بچه‌ها به من خبر دادن که خریدار اومده و همون ابتدا خدا رو شکر نمیدونم، فقط خوشحالم. میشه که ایشالا مثل کاری که شما توی عرصه بازیگری انجام میدین حتما احتمالا بازم تجربه. امیدوارم، فکر میکنم یه خوردم آخه بازار بازیگری این روزا بازار سختیه، خصوصا برای آدمی که سابقش طولانی میشه پیشنهادهای تکراری اتفاق میفتن. یه کمی هم اینجوریه که تو رو به یه سمت دیگه سوق میدن که جور دیگه این احساس هنرتو، این حریقی که تو وجودت هست و ادفاع کنی و از طریق دیگه‌ای بتونی به هنر بپردازی. فکر میکنم ادامه بدم. من البته همواره جزو آدمای حاشیه گریز بودم، همواره، در حالی که میدونم و ایمان دارم که یکی از چیزهایی که به هنرمند کمک میکنه اتفاقا درست کردن حاشیه است. یعنی خیلی از دوستان و همکاران من در ایران و جهان اصلا حاشیه سازی میکنن تعمدن. من کاملا برعکسم، یعنی مدام میخوام توی حاشیه امنیتم زندگی کنم. شاید این نمایشگاه شروع یه حرکت جدید حتی برای خودم، یعنی دلم میخواد ریسک جدید، یه خورده جسارت، یه خورده بیام از اون کنج عزلتم بیرون و ببینم که بعد از 300 سال چه اتفاقی برای اصحاب کهف افتاد. چند تا اسم هستن که تو همواره با غرور میگی من باشون کار کردم. من با بهرام بیضایی کار کردم، من با داریوش مهرجویی کار کردم و من با اصغر فرهادی هم کار کردم. حالا این ستا رو میگم شاید چون به خاطر اینکه بیشتر شناخته شدن، ولی کارگردان های نازنینی مثل آقای کاهانی، آقای توکلی و آقای جیرانی عزیز، خیلی های دیگه هستن توی شناسنامه کاری من، ولی اصغر جزو خوب کساییه که همواره به کار کردن باش افتخار میکنم و خیلی چیزا توی کار اصغر یاد گرفتم. این اصلا اغراق نیست، واقعا کار کردن با اصغر آموزشگاهه، چون رو
میلیمتر به میلیمتر بازیگری تو تسلط داره، تنظیمت میکنه، ولومتو میچینه و بعد میگه 3-2-1 حرکت. خیلی برای اون خوشحالم، برای شهاب که فراوون، من و شهاب سالها پیش از پلیس جوان و وکیل کنار هم دیگه بودیم تا این روزها، براش خوشحالم. حق همه زحمتایی که کشیده. آقای جعفری عزیز اینجا در بک‌گراند ایستادن. خیلی خوشحالم براشون، برای ترانه که همواره درخشانه، اسمش افتخار. خود مثلا بعضی بازیگرام اینجوریان، ترانه تو کیف میکنی میگی من با ترانه کار کردم، من با شهاب کار کردم، اسامی یعنی که بهشون افتخار میکنی، من با ریما کار کردم، من با امیر جعفری کار کردم. خوش به حالمون که همدیگر داریم دیگه، چی باید بگم؟ امیدوارم هنر مدام مدام به سمت سربلندی بره، دروازه ها باز بشه براش. من یه تعداد فیلم کار کردم که ممنوع الخروج بودن، فیلم ممنوع الخروج بوده، یعنی من از کارهایی که با آقای جیرانی و آقای کاهانی کردم، 3 تاش اصلا اجازه نداشتن حتی در فستیوال های جهانی شرکت کنم. من یکی از اونام، یعنی تعداد کارهاییم که هرگز در جشنواره ها نرفت خیلی بیشتر از کارهاییم که در جشنواره ها رفت. انشالله که بشکنه این تلسم. استاد شما برداشتتون از آثار چی بود؟ بالاخره هر کدوم از اثرهایی که شما دیدین یه مفهومی داشت. نه باید بریم دونه دونه جلو تابلوها بایستیم. من میگم برداشت من از این اینطوریه، از اون. نه در کل یه اتفاقی بود که من که خیلی سخت گیرم توی ماجرا، دلم میخواد یه دونه از این تابلو رو توی خونم که دیوارم داشته باشم، ولی خب شنیدم همه کار فروش رفته و چه آره دیگه، چیزی به ما کم پول ها نرسید میدونی، ولی به هر حال ان شاء الله تو کارهای بعدی و نمایشگاهای بعدی ان شاء الله به امید خدا. آقای فروتن جزو افرادی هستن که همیشه از محافل هنری و فرهنگی حمایت میکنن با حضورشون و باعث افتخار جامعه هنره. اختیار دارین، من افتخار میکنم که تو جامعه هنری جای گرفتم و ما رو قبول دارم.